با پایان تعطیلات نوروزی که فرصتی بسیار مناسب برای شهروندان ایرانی جهت زیارت عتبات عالیات در عراق بود اکنون مرز زمینی عراق برای زوار ایرانی بازگشایی شد این بازگشایی نه تنها با تأخیر صورت گرفت بلکه با شرط و شروطی همراه است که برای سفر زائران ایرانی مانع ایجاد می کند همکارم علی اکبری گزارش می دهد. علی عباس شفیعی فرماندار شهر مریوان در استان ایلام ضمن اعلام خبر بازگشایی مرزهای زمینی عراق برای زوار ایرانی شرط تردد در مرز مهران را داشتن ویزا از طریق سفارت کشور عراق عنوان کرد وی در این باره گفت مرز مهران به روی افرادی که دارای ویزا از طریق سفارت کشور عراق باشند باز شده است البته طی 13 روز گذشته 16 نفر از طریق مرز بین المللی مهران وارد کشور شدن. به گفته فرماندار مهران همچنین در این مدت 2700 نفر از اتباع عراقی در قالب دانشجویان افراد دو تجار بازرگانان و طلاب علوم دینی از مرز مهران وارد کشور شدند گفتنی است وعده بازگشایی مرزهای زمینی به روی زائران ایرانی از اول ماه شعبان داده شده بود که بدون توضیح با تأخیر یک ماه انجام شده است نگفته نماند پیش از این اعلام شده بود که ویزا برای زوار ایرانی که قصد عزیمت به کشور عراق دارند حذف شده اما اکنون باز هم برای عبور از مرز زمینی اخذ ویزا شرط شده است در پایان لازم به ذکر است همه این سنگ ها ایجاد موانع و وضع قوانین دست و پاگیر در حالی برای زائران عطبات عالیات وضع می شوند که هزینه سفر به ترکیه و اسکان در هتل های پنج ستاره این کشور از ایران نصف و یا حتی یک سوم هزینه سفر هوایی به کشور عراق است. <applause>